به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم فارسی زبانان رزمندگان بدون مرز هر جا که هستید دمتون گرم خب در این برنامه میخوام بپردازم به این تحریم هایی که ایران علیه انگلیس برخی از نهادهای های انگلیسی در واقع تصویب کرده و نتیجه اون رو میخوام بگم یا عواقب اون رو و یا بهتر بگم که دستاورت هایی که میتونه برای ما داشته باشه خب پیش از اینکه به برنامه ادامه بدم برنامه رو پست کردم در درباره اون مزدور نادان و در واقع درباره تعویض دو جاسوس جاسوس انگلیسی جاسوس روسی و جاسوس آمریکایی به اون برنامه رو ببینین من اشتباه کردم اول اومدم یه برنامه ای که در واقع یکی از برنامه کوتاه بودش اون رو اشتباهی پست کردم ولی اصل برنامه اینه که براتون امروز پست کردم اون رو برین حتما ببینین و میخوام بگم که هزاران راه هزار راه به قله فیلمی بود مارمولک هزار راه به خداوند هستش حالا <applause> <سؤال> اون منظور دیگه ای داشت ولی میخوام بگم هزاران راه هست برای اینکه بخوان یک جاسوس بیشرف رو به کشور برگردونن و سزای اعمالش رو بذارن کف دستش در هر صورت اون کلیپ رو حتما بریم ببینین ببینین این هستش امید امیددانا با یک درازگوش و تعویز دو جاسوس دیگر این رو حتما برید نگاه کنین و اونجا نکاتی رو مطرح کردم که بسیار جالبه خب این از این برگردم سر, برنامهی سر برنامه که میخوام اینجا مطرح کنم ببینین ایران اومدش در قبال تحریم هایی که روی ایران گذاشتند و برای این همه دروغ پراکنی از سقوط انتر اشغال و بی بی سی که در لندن هستن و خیلی کارهای دیگه و خیلی جرایمی که کشورهای غربی به ما در واقع وارد کردن جرایمی که در قبال ما انجام دادن و ظلم و ستمی که کردن و تحریم که گذاشتن و تمام اینها من بسیار متاسفم که ایران هرگز از آلمان شکایت نکرد برای بمب‌های شیمیایی برای سلاح‌های شیمیایی که روی ایرانیان ریختن ستا هزار ایران ایرانی هنوز مشکلات تنفسی دارن خیلی هستن یکی از همون دکتر حمید شفیزاده است که باشون مصاحبه میکنم یکی دیگه دکتر محمد مرندی هست خیلی هستن دکتر عباسی هست یعنی میخوام بگم خیلی کسان واقعا شیمیایی شدن یعنی تنفسشون دچار مشکل شده خب در هر صورت میخوام بگم که ایران واقعا اون کسانی که سر کار بودن مزدور بودند و اون مزدوران هنوز برخیشون تو سیستمای ما هستن من امیدوارم که ایران شکایت بکنه از آلمان و جا از آلمان شکایت کنه و ایران باید از عراق شکایت بکنه اون معاهده 598 که طبق اون یا قر... طبق اون قرار داد اون قرارداد عراق چند صد میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرد باید پاسخگو باشن حالا گرچه ما روابط حسنه با اونا داریم ولی در این رابطه باشون شوخی نداریم باید خسارت های جنگ رو پرداخت کنن خب از اینا که بگذریم میریم سراغ این لیست کسانی که حالا اومدن تحریم کردن حالا میخوام بگم این تحریم های خود فرمایشیه من زیاد هم چین خوشنود نیستم درباره شون ولی نظر خودم رو دارم با شما در میون میگذارم ببین اینجا میگه ایران برخی نهادها و اشخاص انگلیسی را تحریم کرد تهران ایرنا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای فهرستی از تحریم ها علیه نهادها و اشخاص انگلیسی را منتشر کرد اینو باید خیلی 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 وقت پیش میکرد حالا خوب اینا خودشون رو جمع کردن بالاخره یک کاری کردن به گزارش چهارشنبه شب ایرنا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع زیرب در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات آمدانه آنان در حمایت از تروریزم و گروه های تروریستی ترویج و تحریک به تروریزم خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می کند. کاری که الان جمهوری اسلامی داره میکنه داره اومده یک کسانی رو حالا میخواد تحریم بکنه واقعا وقتی که شما میرین نگاه میکنین ببینین که همچین چیز جدی هم نیستش یعنی عواقب و نمیدونم یک جوانه به منفی بر نداره خب داره میگه که اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست شده از جمله فعالیت از جمله فعالیت هایی که کرده اند منجر به اقتشاش خشونت و اقدام تروریستی علیه ملت ایران شده است جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم اینا خودشون تروریستن و نفرت پراکنی و, رای و رایت حقوق بشر اون حقوق حشر اعلام میکند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بریتانیاست حالا نیست که اینا خیلی خیلی پایبند بودن و به تعهدات بینالمللیشون خیلی خوب داره میگه نهادهای زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم تحت تحریم تحریم قرار میگیرن مراکز ملی امنیت سایبری بریتانیا خب اینا رو تحریم کردن رو میخوام ببینیم چیکار کار میخوان بکنن باشون ستاد ارتباطات دولت بریتانیا شرکت های ولانت میدیا گلوبال میدیا D.M.I. ام آی می دیا و بی, بی سی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکه های تحت پوشش آنها اینجا باید می نوشتن به عنوان شبکه های تروریستی اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم قرار می گیرن ببینین دلیلش که من دارم اینا رو می خونم برای اینکه تو اخبار چند بار گفتن ولی اصلا و ابدا عنوان نکردن چه کسانی رو تحریم کردن که حالا ما بدونیم حالا اینا این حضرات چه کسانی هستن خب تام توکن توکن هات یا توکن هات معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا خب حالا اصلا این آدم میاد ایران اصلا میاد ایران میره که به خانالا تحریمش کنن یا مثلا املاکش رو زیر بکشن یا هرچی که تو ایران داره یه خورده خنده داره ولی با این حال براتون میگم دان مکنیان دان مکنان دان مکنن. فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس خب این تو خلیج فارس پیداش بشه این خوبه اینو میتونن بگیرن در واقع دستگیرش کنن استیف مکیپ 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 رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا خب حالا اینو مثلا تحریمش کردن که چی بشه اصلا این ایران میاد میره ستیفن کراب یا کراب همون کراب بگیم کراب یعنی آشغال یعنی در واقع آشغال دیگه همین خب رئیس گروه دوستی رژیم سهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس عوام بریتانیا خب حالا میخوام بهتون یه چیزی بگم ببینید چقدر از این صهیونیستا تو مجلس بریتانیا هست استیوارد پولاک رئیس افتخاری گروه دوستی رژیم سعیونیستی این همشون ها از حزب محافظه کار در مجلس ایار بریتانیا باب بلکمن باب باب بلکمن بلکمن نماینده مجلس عوام ترزا سلیرز یا اونجا نوشته سلیرز اونجا نوشته ویلیرز حالا کدومش هست من نمیدارم نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست خب این چه ارتباطی با ایران داره آنتیا uh, مکنتایر خب این مکنتایر رو که یادمونه سیاست مدار بریتانیا سیاست مدار اسبقشون جنرال مارک کالتون رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح همونی که در زمان سردار سردار دلهامون شهید شد در اون زمان این پست داشت خب حالا ببینید چی میگن تحریم های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید آخه برخی از اینا اصلا ایران نمیان و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران خب نداره وقتی نمیان توقیف اموال آخه اینا چه دلیل داره که تو ایران اموال داشته باشن اگه برن ساختمان اون سفارتخونه انگلیس رو بگیرن یه تیپام بزنن یه اردنگی هم بزنن, بزنن، بندازنشون بیرون یعنی در واقع عذرشون رو بخوان نه اینکه بخوام برن به سفارتخونه حمله کنن اینا من بارها تو برنامه هم گفتم این جاسوس خونه رو باید ببندن توقیف اموال و دارایی آنان در قلم رو به تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و انصداد حسابهای بانکی آنان در نظام بانکی در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران می شود. خب من الان خود ما تمام بانکامون تحریمن حالا اونا چطوری تو ایران حساب داشته باشن این بر من یه پرسشه خب بگم که مقدار زیادی فرمایشیه و ناز کردن این ناز من اینو که دیدم یه مقدار زیادی سرخورده شدم و گفتم اینا مثلا دورخیز کردن چیز کردن خواستن تحریم کنن بعدی از این اقدام تحریمی نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت سل... نخواهد بود یعنی میگه اگه اینا برن شکایت کنن تو محاکم عمومی این در واقع حرفشون به جایی نمیرسه ولی اصلا مهم هم نیستش این کاری که اینا کردن جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم ها دولت بریتانیا را در قبال حمایت از تروریست ها این خوبه و ناقضان حقوق بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اقتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت میورزند مسئول و پاسخگو میداند خب اینجا چرا نیمد نایمدن بگن مستقیم بگن بی بی سی فارسی سقوطی اینتر آشقال نمیدونم شبکه من تو تمام اینایی که توی خاک انگلیس هستن و از اونجا دارن در واقع برنامه پخش میکنن پخش اکازیب میکنن اینجا اسمشون نیبارد مثل که با اینا رو دارن و اینا حالا از اینا که بگذریم که من اصلا راضی نیستم از, م... از, این متودشون به نظر من و اندازه کافی سخت و محکم و کوبنده نیست که بخواد درس عبرتی برای اینا بشه و عواقبی هم برای اینا نداره اصلا میخوان لیست تمام این سیاست مدارانش رو بذارن توی نمیدونم تو همین صف کاغذ یا لیست تحریمی ها ولی چه فایده ای داره اینا که اصلا به جز اون سفیرشون که ایران است و گاهی گداری تک و توکشون میان ایران میرن اینا ملک و املاک و نمیدونم ارازی و نمیدونم این چیزا تو ایران ندارن ولی اون چیزی رو که من میبینم این مهمه عزیزان من اون چرا, اون چرا که من میبینم نتیجه این تحریم های ایران هست اینه که ایران الان میشه الگو برای کشورهای دیگه گرچه اینا خیلی گوگوری مگوری و میخوام بگم سافت هستش نرم هستش تحریم آنچنانی نیست عواقبی هم به اون صورت نداره باید ببینیم که واقعا چیکار میخوام بکنن ما باید در عمل ببینیم اما اون چیزی که مهمه اینه که الان ایران میشه الگو برای کشورهای دیگه تمام این کشورهای دیگه که از دست این شیاطین به سطوح اومدن و مورد ظلم و ستم قرار گرفتن اونا شروع میکنن تحریم کردن ایران میشه براشون الگو همونطور که ایران الگو شد برای کشورهای دیگه که مقاومت بکنن جلوی این شیاطین مثل ونزوئلا مثلا ونزوئلا یاد گرفت که جلوی این شیاطین بیسته سوریه یاد گرفت رهبرمون به بشار اسد گفت قوی باش و جلوی اینا بایست و دیدیم که سوریه تقریبا سوریه آزاد شده و یه بخشیش هست که حالا اونم در واقع به استقلال و تمامیت ارضی اونها نزدیکه خب در صورت هر کسی که راه ایران رو رفت اینا موفقن هر کسی که مثل عربستان سقوطی برده شد تو سری خور شد گاو شیرده شد این عواقب، عواقبش رو خواهید دید حالا این چیزایی که من الان میگم یادداشت کنین بن سلمان یک سرنوشتی مثل صدام حسین و در واقع قذافی خواهد داشت اینها الان دارن زمینه ها رو میچینن یواش و به عناوین مختلف بن سلمان رو ساقط خواهند کرد و میخوام بگم تمام کشورهایی که به این شیطان بزرگ خدمت کردن شیطان بزرگ بهشون خیانت کرده خیانت در قبال خدمت درست ما دیدیم که برای شاه چه اتفاقی افتاد اه این ترواقع پیشینه دور و درازی داره در صورت این تحریم هایی که ایران انجام داده و کرده این به صورتی میخوام بگم سرایت میکنه منتشر میشه به کشورهای دیگه که اونها هم شروع کنن شروع کنن به تحریم هایی علیه این شیاطین و این میگن قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود نتیجه خودش رو خواهد داد خب عزیزان من عضو کانالا بشین و چیکار کنین اون زنگوله فشار بدین و عضویتتون رو چک بکنین نظرتون رو بنویسین از همه مهمتر به اشتراک بگذارین با عشق بر عاشقان ایران خدا نگهدار